امروز تو این ویدیو میخوام بهتون بگم چه جوری میتونین اسکین یگر دیپلمات رایگان بگیرین. با یه عالم اخبار جدید در مورد گوست، تم جدید بازی توی آب، قوی ترین اسلحه‌ای که میخواد به بازی بیاد و AK رو بزنه کنار، شاتگانی که قرار فصل 5 بیاد و از همه شاتگان‌ها قوی‌تر باشه، با یه عالم نقشه جدید که میخوام بهتون نشون بدم. اولین نقشه‌ای که میخواد به بازی اضافه بشه اسمش سودال هاربر. این نقشه مدرن وارفر که از مدرن وارفر میخوام بیارنش به کال آف دیوتی موبایل. اونایی که کال آف بازی کردن میدونن که این نقشه مال نقشه اول کال آف دیوتی موبایل، همون نقشه است، دوباره بازسازیش کردن و آوردنش به اینجا. این نقشه یه بندرگاه توی سوداله. طراحی نقشش هم یه دونه آفیسه با چند تا سوله و یه عالم کانتینر که روبروشه. اینجوری که شنیدم اینجا توی واقعیت هم وجود داره، بعد کنار دریای سیاه هم هست. کلا تمش هم قشنگه. کلا خونه‌هاش من یاد اساسین کرید میندازه. اونایی که اساسین کرید بازی کردن، یه اساسین اومد قشنگ یادم نیست اسمش چی بود، یه همچین تمیو داشت که توی آب و اینجور چیزا بود. بریم سراغ بچه‌ها نقشه بعدی. نقشه بعدی بچه‌ها داکه که بازم اینم از مدرن وارفر آوردن. یه نقشه است که دقیقاً برای بازی 5-5 مختص 5-5 ساخته شده که اکسکلوسیو بود. بازم این نقشه هم بچه ها کنار آب، بازم این نقشه هم بندرگاه مثل نقشه قبلی. همونجوری که میبینید بچه ها تم سیزن جدید کلا همه چی به آب ربط داره. اونجوری که فهمیدم قراره یه چیزی به بازی اضافه کنن، حالت مرحله ای، اصلا به بازی یعنی اصلا چیز جدا از بازیه، یعنی شما مرحله به مرحله میرین جلو. حالا این ربطی به چیز نداره، به سیزن بعدی نداره. حالا امکان داره تو سیزن بعدی هم اضافه بشه، یه حالت مرحله دیگه، مثلا شما یه مرحله میرین زیر آب، ولی این حجم بازی خیلی اضافه میکنه. بعید میدونم اینجا اتفاقی بیفته، ولی بازم 50-50 سیزن به قضیه. برنده بیشترین کامنت دیروز پیور وایتی، دمش گرم بابت حمایتش. به این حتما یوتیوبشو ببینید. دو نفری هم که دیروز بیشتر از همه یو آی دی و اسم بازیشون رو کامنت کردن و دیروز اد کردم و حدود 6 7 ساعت باشون بازی کردم. اگه میخواین امروز با فردا رو با شما بازی کنم، حتما یو آی دی و اسمتون رو تا میتونید کامنت کنین. لایک و سابسکرایب کانالم یادتون نره، چون که بعد از این لایک و سابسکرایب هم در نظر میگیرم. نقشه بعدی انیا اینکورژن که خیلی منتظرش بودیم که بیاد و چندین با ازش لیک داده بودن بیرون. لیک یعنی همون که بچه‌ها یه چیزی ازش اومده بود و گفته بودن میخواد بیاد ولی نمیومد. این نقشه هم بچه ها باز از مدرن وارفر اومده، همونجوری که می‌بینید توی بسته‌ش یه مجسمه هم گذاشته مثل امامزاده خودمونه. تمش هم خیلی خوشم میاد. تمش کلا یه حالت نور زیادی توشه و مثل این تمای دیگه کال آف دیوتی تاریک نیست. همینجوری هم که دیدین بچه‌ها نمی‌دونم اول دیده باشه یا نه، دیروز کال آف دیوتی اومد یه دونه تیزر معرفی کرد که اسمش بود این دیپ وادر. توش تازه پراید هم داره. اش می‌فهمین پراید داره گوشه بود. اون تو اون تاریکایی که میره اون گوشه موشا وای میسه، مگه کسی میشه اینا رو پیدا کرد؟ یه جوری کم میکنه. یه دونه آهنگ هم هست اسمش استرونات این اوشنه. اون آهنگ اگه گوش کرده باشی، اینا دیولپرها دارن رفتش میدن به اون آهنگ. چیزی هم که توی تریلرش معلومه یه دونه AGR، همون اصلاً که براتون اتچمنتشو گذاشتم، در از اون کنار میاد پایین. حالا نمیدونم میخوان AGR لژن بدن، نمیدونم قضیه چه قراره اینجا. تیزرش هم بچه‌ها 5 ثانیه بود. یه چیز جالب در مورد تیزر اینه که این تیزر رو از کال آف دیوتی گوست گرفتن. یکی از مرحله‌های کال آف دیوتی گوست، حالا نمیدونم بازیش کرده باشین یا نه، یکی از مرحله‌های کال آف دیوتی گوست این بود که میرفت زیر آب، همینجوری که دارین می‌بینین میرفت زیر آب، این مرحله رو رد می‌کرد. مرحله‌ش هم بچه‌ها مرحله 12 فکر کنم، آره کمپین مرحله 12 کال آف دیوتی گوست بود. یه چیز دیگه هم که من اولا بهتون گفتم این بود که بچه‌ها اینی که الان داره می‌بینی این گیم پلی الان رو، یه اینجور حالتی رو می‌خواستن به بازی اضافه کنن که حالت مرحله‌ای باشه، ولی خیلی از پلیرها اومدن گفتن آقا حجم بازی الان زیاده، 7-8 گیگ توشمون جا نمیشه و اینا، فکر کنم همین قضیه منصرفش کرد. حالا بریم سراغ اسلحه‌هایی که توی سیزن بعدی می‌خوام بیام. بچه‌ها این دوتا اسلحه فوق‌العاده‌ن. اسلحه اول دوف دوفه، خودم عاشق این اسلحه هم، یعنی بیاد میشه شاتگان مورد علاقه آقا امید سلطان. بچه این اسلحه چرا بهش میگن دوف دوف؟ چون دوتا پشت سر هم میزنه. سمی ترین خالص ترین سم اسلحه ها توی وارزونه. همون جوری که میدونین من کلا با بقیه اونایی که تو یوتیوب میشناسین فرق دارم. مثلا اگه بقیه اوار ماشین بعدشون بیاد، من اوار ماشین خوشم میاد، به خاطر همین من طرفدارای پرپاقرص این اسلحه. حالا این اسلحه رو چفه کنی چی تو مایه اچسه خب، ولی دوتا تیر رو پشت سر هم میزنه جلال خالق، یعنی اصلا پاره میکنه دیگه. خود حسابشو کنین یه شاتگان باشه دوتا تیر رو پشت سر هم بزنه. اسلحه یه بعدی که خبر نمیدونم بگم خوشه یا بده، یه اسلحه است بچه ها توی وارزون قوی ترین اسلحه است، ایمکس CR56 ایمکس، اصلا ایمکس معروفه بچه ها، قوی ترین اسلحه توی وارزونه.
AQ میخوره، یعنی AQ واقعا صرفا صرفا میخوره. یعنی کسی که میخواد بره تورنمنت مسابقه شرکت کنه توی وارزون 100% با همین ایمکس میره. حالا دو تا امکان هست که سیزن بعدی بیفته، یکی اینه که AQ چلفت رو ضعیف کنن بعد اینو بیارن جاش که اسلحه قوی تری باشه، یا AQ چلفت رو ضعیف نکنن این اسلحه رو خیلی قوی تر از AQ بیارن که شانسش خیلی زیاده. دلیلش هم اینه که خیلی از پلیرها پیام داده بودن به کال آف دیوتی گفته آقا این چه وضعیه، هر چی تیم میزنیم پلیرها نمیرن و AQ باز ضعیف و یکم اسلحه قوی تر میخواد. خبر بعدی لاکی دارای جوکره که دوباره میخواد توی سیزن بعدی به بازی اضافه بشه. خودم با اسکینش بچه ها خیلی حال میکردم، اسکین خود جوکره نه، اسکین جوکره واقعا خوشم نمیاد، با اسکین آرپیدیش خیلی حال میکردم، ولی متاسفانه آرپیدی اسلحه قوی نیست کلا بچه ها. من LMG بزرگ خوشم نمیاد چون که اسلحه سنگینی اصلا موبیلیتی ندارن و خیلی باشون کنده، به من حال نمیدن. اسلحه بعدی که میخواد بیاد به بازی دوباره ازش چند تا لیک اومده، تایپ 25 لژند بچه‌ها، همین اسکینی که الان می‌بینید که توی ورژن چینی از الان اومده ای توی ورژن ما هنوز نیومده. از اون جایی هم که من گداییم به خاطر همین اسکین نمی‌خرم، ولی شما اگه می‌تونید بخرید اسکین باحالیه. به این سراغ اسکین گوستی که میخواد بازی بیاد، امکان 99% هم لژندریه، 99% هم به بالا، که یه دابل شاتگان روی پشتش داره و تقریبا میشه گفت که همین اسکینه بچه ها، فقط یه چند تا افکت قرار بهش اضافه بشه چون که اسکین های لژند 99% افکت دارن. این هم انیمیشنیه که وقتی اسکین رو انتخاب میکنین توی منوتون بهتون نشون میده. بریم سراغ برنده ها، پادشاه ها، تروین ها که بیشترین کامنت رو برام گذاشته بود. پادشاه دمت گرم سلطونی سلطون، ولی طبق معمول بهتون گفتم که یه وایتی کنار اسمتون بذارین اگه یوتیوبرین که من بدونم یوتیوبرین رو به بقیه معرفیتون کنم. بریم سراغ اسکین رایگان بندی. آره کلاف میخواد یه دونه کرید به بازی معرفی کنه که اسمش رد اکشن بنفیته. کنار این اسکین هم قراره یه عالم اسکین ریدکشن بهتون بده، از ریدکشن فکر کنم راست بهتون میده، چاپر بهتون میده، با یه اسکین دیگه الان یادم نیست. این هم چیزایی که داخل کریت، اولش که همین دیپلماته رو بهتون میده، اینم دیپلماته است، دیپلماته چه آدم شاخیه، شبیه روسیه‌ای است، فکر کنم روسه. اینم که منووار بهتون میده، اینم که اسکین راست بشه، ببین چقدر اسکینش براق و خوشگله، واقعا ریدکشن ها خوشگله. اینم اسکین چاپرشه، فکر کنم واقعا به همه شده این چیز جالب قضیه اینه، همه این اسکین ها اپیکه، قرار اپیکش رو بهتون بده. یه دونه هم J37 بهتون میده، اسکین توپیه، یه دونه 50GS بهتون میده که بازم این انیمیشن داره، اسکینه که انیمیشن دارم بچه خیلی اسکینه توپیه. یه دونه بکپک بهتون میده، یه دونه تبر بهتون میده و یه دونه از اینا که میزنی به اسلحتون. واقعا کریت توپیو میخواد بده. برای اینکه یه کریتر رو بگیریم بچه‌ها باید حداقل روزی 4-5 ساعت بازی کنیم، چون که باید اینو با امتیاز به دست بیاریم حداقل، یعنی بیشتر به نظر میاد باید بازی کنیم اگه میخوایم مطمئنی اسکین رو بگیریم. هرچی بیشتر بازی کنین یه امتیازای بیشتری میگیرین که باز میشه بتونین کریتای بیشتری باز کنین، چون کریت شانسی هم مثلا امکان داره شما بخواید 100-150 تا باز کنین. خب برای گرفتن این کریت هم بچه‌ها باید ببینین اول ورژن چینی بازی رو نصب کنین، بعد یکی از ایونت‌هاش همین ایونتی که بهتون گفتم اسمش هم بنفیته، ببین ایونت رو همینجوری گفتم بازی کنین و مرحله‌هاش تا آخر بگذرین و تا میتونین امتیاز جمع کنین و کریت رو تا میتونین بزنین تا همه اسکین‌های کریت رو بهتون بده.